در این باب حضور شما عرض بکنم که هر انسان باید یک شناسنامه داشته باشه، یک تذکره هویت داشته باشه که آبادانیش از کجا هست، بیخوریشیش از کجا هست و زادگاهش چگونه هست و در اون زادگاه مردم وطنش، پدرش، پدرکلانش، خیشش، قومش با چی زبان صحبت میکردن و با چی زبان افهام و تفهیم داشتن. این وطن حائز اهمیت بود و هست، اما در هجرت ضریبش چند برابر میشه. در هجرت یک آب شفاف زندگی بخش است که اگر ما ایره قدرش بفهمیم و حرمتش به خاطر داشته باشیم، از بیخ و ریشه خود کنده نمیشیم و احساس غرور میکنیم اگر با این زبان بتانیم تکلم بکنیم و یا لااقل بتانیم بنویسیم، صحبت بکنیم، سخنرانی کنیم. عرض من به فامیل های افغان، به فامیل های هموطن، به فامیل های دلاغاه هموطن ایست که با صد زبان ترغیب بکنن اولادایشان که زبان مادری خود، چی پشتو، چی فارسی، چی ازبکی، چی بلوچی، چی ترکمنی، هر روز تلاوت بکنن. اهمیتش و قدسیتش به اندازه تلاوت است از دید این مخلص و رابطه خود با مولانای بلخی، با حافظ شیرازی، با سعدی شیرازی، با سنایی غزنوی، با واصل کابولی، با استاد خلیل الله خلیلی و جوانترها که در کار آفرینش شعر، در کار آفرینش آثار هنری داستانی هستند، قطع نکنند. و ای حفظ ای رابطه و محافظت از ای سنگر، اینا را هم در ای سرزمین از شخصیتشان، از بلند نظریشان حمایت میکنه، بلکه در روزگار ما بعد، در نسل های که در آینده سر بالا میکنند، در او روزگارها هم اینا را مدد میرسانه که بفهمند که به سرزمین تعلق دارن، به فرهنگ تعلق دارن. او فرهنگ ستودنی هست، محافظت کردنی هست، ولو که ازش فرسخ ها فاصله داشته باشیم و از هزارها میل و کیلومتر از او دور باشیم و به اصطلاح هفت کوه و هفت دریا حد فاصل باشه، دل سپردن به زبان مادری بسیار بسیار حائز اهمیت است. و امیدوار هستم که افغانای ما، مخصوصا نونهالها، متوجه اهمیت باشند و از هر جایی که این نقیصه را برطرف بکنند بسیار سودمند هست و بسیار حیاتی هست. تشکر.